بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدید به سلسله ویدیوهای فارمکولوژی کلینیکی و بخش جدید ادویه فارمکولوژی کلیوی. درس امروز ما شما هم دیورتیکس. اول بیاین روی فیزیولوژی نرمال تیوبول های کلیوی صحبت کنیم. کمی تیوبول های کلیوی که پروکسیمال تیوبول است و لوب آف انلس و دیستال تیوبول و کلکتینگ داکت است، اینا به شکل فیزیولوژیک چی کار میکنن؟ وقتی شما میفهمین وقتی که یک آرتری آمد به طرف کپسول بومن که را به نام افرنت آرتری یاد میکنن و خون به طرف کلیه میاره، این میره در کپسول بومن فیلتر میشه. وقتی در کپسول بومن فیلتر شد، یک سلسلش تبدیل میشه به فیلترات، قسمت دیگرش دوباره توسط افرنت آرتری دوباره میره و به شکل فیلتر شده عبور میکنه. او قسمتی که به شکل فیلترات داخل تیوبول های کلیوی میشه، این قسمت یک فلترات یا یک مایع غنی از الکترولیت ها و یک سلسله مواد کیمیایی، فرض مثال گلوکوز می باشه، که اینا دوباره جذب میشن. از طریق چی جذب میشن؟ از طریق همی پری تیوبولر آرتری که در چهار طرف همی تیوبول ها اویه ها وجود دارن و یک سلسله مواد به شکل پاسیف جذب میکنن. چون شما اگر ویدیوی اساسات فارماکولوژی را دیده باشین، ما در اونجا گفتم که وقتی مواد از طریق تیوبول های کلیوی از طریق خود کپسول بومن داخل فلترات یا داخل تیوبول های کلیوی میشن، دوباره جذب میشن. وقتی که جذب شدن داخل دوران خون میشن. چرا؟ چرا جذب میشن؟ چون فرض مثال شما در نظر بگیرین، یک مثال کوتاه میدیم، در خون شما 100 میلی گرم سدیم وجود داره. وقتی که یک مقدار خون از تیوبول های کلیوی عبور میکنه، 70 میلی گرمش داخل تیوبول های کلیوی میشه، 30 میلی گرمش داخل خون میشه. پس همین 70 میلی گرم اگر شما ای را پس جذب نکنین، پس مقدار سدیم خونتان کم میشه، پس ای دوباره جذب میشه. مثالش سدیم دادیم، گلوکوز به این شکل، کلوراید، آب، مگنیزیم، کلسیم، پتاسیم، تمامشان در خود ریسپتورها دارن، پمپ ها دارن، جذبشان میکنن. جذبش شما میفهمین به شکل پسیو صورت میگیره، چون مقدار امی مواد در تیوبول ها بلند است، در خود اویه یا در پلاسما کم است، پس به شکل پسیو از غلظت زیاد به غلظت کم جذب میشه. یک مثال باز هم میتیم که شما ایره خوبتر درک کنید. فرض مثال سدیم. سدیم شما میفهمین که یک کسی هست که در هر جای که بود آب هم همراهش است. یعنی سدیم اگر در اویه بود آب هم در اویه است. سدیم اگر در تیوبول های کلیوی بود آب هم در تیوبول های کلیوی است. چون شما میفهمین وقتی که سدیم در یک جای باشه، به خاطر حفظ تعادل هازموتیک آب هم در اونجا جای میگیره. پس شما در نظر بگیرین ما شما در یک دقیقه 120 میلی لیتر فلترات تولید میکنیم. یعنی 120 میلی لیتر خون تبدیل میشه به فلترات. حال در 120 میلی لیتر خون سدیم وجود داره. اگر سدیم جذب شد، پس آب هم جذب میشه. وقتی که آب جذب شد، 120 میلی لیتر خون تبدیل میشه به 20 میلی لیتر، تبدیل میشه به حتی 1 میلی لیتر در یک دقیقه. وقتی در کلکتینگ داکت میرسه تبدیل میشه به 1 میلی لیتر فی دقیقه. یعنی 119 میلی لیترش دوباره جذب شد. چرا؟ چون سدیم ها جذب شدن. سدیم ها در نواحی مختلف جذب شدن، همراه خود آب جذب ساختن. اگر این کار صورت نگیره، یعنی سدیم جذب نشه، پس وقتی که سدیم جذب نشد آب هم جذب نمیشه و 120 میلی لیتر فلترات 120 میلی لیتر ادرار را میسازم. یعنی در یک دقیقه 120 میلی لیتر ادرار ساخته خواهد شد. پس حجم خون هم ببینین که چقدر کم خواهد شد و در ضمنش حجم ادرار هم چقدر زیاد خواهد شد. ما شما چرا روی سدیم بسیار زیاد گپ میزنیم؟ چون بحث ما شما دیورتیک است. دیورتیک یعنی ادوی ادرار آور، ادوی مدرر. این دواها ادرار را زیاد میسازند. پس مکانیزم عمل اینا چی خواهد بود؟ از جذب دوباره سدیم جلوگیری میکنن. وقتی که سدیم جذب نشد آب هم جذب نمیشه. وقتی که آب جذب نشد پس مقدار خود ادراره که تولید میشه او زیاد میشه. در شما ببینین میکانیزم عمل هر دیورتیک متفاوت است، اما نتیجه نهاییشان چی است؟ نتیجه نهاییشان همی است که از جذب دوباره سدیم جلوگیری میکنند. وقتی که سدیم جذب نشد آب به شکل پسیف داخل تیوبل ها باقی میمانه و مقدار ادرار زیاد میشه. استفاده دیورتیکا دو چیز عمده داره، یکی ادما، یکی هم هایپر تنشن. شما مکانیزم ادما را میفهمین که در ادما دو مکانیزم وجود داره، یا که فشار هایدروستاتیک اویه بلند رفته و یا همی که فشار آنکوتیک اویه پایین آمده. یعنی پروتین های کلیوی، پروتین های خود پلازما
تعدادشان کم شده. مثلا یک شخص نفروتیک سندروم داره، در پهلویش پروتین یوریا داره، پروتین ها را از طریق ادرار از دست میده. وقتی که از دست میده، مقدار پروتین های خونش کم میشه، فشار آنکوتیک کم میشه، مایع از داخل اویه فرار میکنه به فضای بین النسی. بیاین این را تصویر در شیما نشان بدیم. روی فشار هایدروستاتیکش صحبت میکنه. فرض مثال یک قلب در نظر بگیرین، یا ما بو چهار جو قلب در نظر بگیرین، شما میفهمین انفریر ویناکاوا به اوزاین راست وصل میشه، از اوجا باز خون میره به بوتاین راست، باز بریه ها، بعد از میان به اوزاین چپ، بعد از او به بوتاین چپ، از بوتاین چپ باز پمپ میشه داخل سیستمی. حالا یک شخص از مشکل قلبی داره و قلبش درست تقلص کردن نمیتونه، یعنی امو توانایی نرمال فیزیولوژیک نداره. پس وقتی که هر دفعه تقلص میکنه، اجکشن فریکشنش کم شده، هر بار که تقلص میکنه یک مقدار خون در داخل قلب باقی میمونه، خارج نمیشه. هر بار تقلص میکنه یک مقدار خون باقی میمونه، بالاخره بوتاین چپ پر میشه. بوتاین چپ که پر شد، اگر عدم کفای طرف چپ باشه، بوتاین چپ که پر شد، اوزاین چپ هم آهسته آهسته پر میشه. پس اوزاین چپ که پر شد، خونی که از طرف ریه ها میاد، این خون دیگه کجا بره؟ چون بوتاین خب بسته است، پس رفته نمیتونه جای، در داخل اویه ریوی باقی میمونه و یک پلمونری ادما را به وجود میاره. یا فرض مثال عدم کفای قلب راست است، بوتاین راست نمیتونه که خون درست پمپ کنه، در هر تقلص کم کم خون در بوتاین راست باقی میمونه، بالاخره پر میشه، اوزاین راست هم پر میشه، سوپر انفریر ویناکاوا و سوپر ویناکاوا خون میارن، اما بوتاین بسته است. فرض مثال یک اوز بسته، شما اگر او بندازین دیگه جای نداره، یا یک جوی باشه به اوز بسته، یا اوز که پر باشه به شما با او چه بیارین آب انداخته برین، خو لبریز میشه، قلب خال لبریز شده نمیتونه چون بسته است. به مو دلیل از مو جایی که از مورایی که براش خون آمده دور جای آب زیاد میشه، یعنی در این انفریر ویناکاوا و سوپر ویناکاوا مقدار خون زیاد میشه. فرض مثال یک اویه است که در قسمت ساق و پای موقعیت داره، چون خون به طرف بالا نمیره، خون دیگه تجمع میکنه، خون دیگه زیاد میشه. وقتی که زیاد شد، فشار هایدروستاتیک خون بلند میره. حالا که فشار هایدروستاتیک خون بلند رفت، شما میفهمین از لحاظ فیزیولوژی که دو فاکتور وجود داره که تبادله مواد خود اویه را با فضای بین النسجی تامین میکنه. فشار هایدروستاتیک باعث خارج شدن مایع از اویه به فضای بین النسجی میشه، و در این صورت فشار آنکوتیک باعث جذب مایع از داخل فضای بین النسجی به طرف اویه میشه. پس وقتی که فشار هایدروستاتیک بلند رفت، مایع از اویه خارج میشه به فضای بین النسجی. در فضای بین النسجی مایع ادما رو به وجود میاره، اما ادمایی که ما شما میگیم در عدم کفای قلب یا در یک مشکل دیگه به وجود میاد. یا فشار آنکوتیک ناشی از پروتین یوریا کم شده، مقدار پروتین های خون کم شده، پس این قوه آل کار نمیکنه، یعنی توانایی از این نداره که مایع را از فضای بین النسجی به طرف اویه بیاره. پس مایع در فضای بین النسجی باقی میمانه، در نتیجه ادما تشکل میکنه. حالا شما دیورتیک وقت به نفر میتید چگونه مفیدیت داره؟ دیورتیک مقدار حجم خون کم میسازه. وقتی که مقدار حجم خون کم شد، اینجا که خون تجمع کرده بود، فشار هایدروستاتیکش بلند بود، حال پس تجمع نمیکنه چون مقدار کم میشه، فشار هایدروستاتیک پس نرمال میشه یا حداقل پایین میایه، و دوباره مایع از طرف فضای بین النسجی به طرف اویه میایه، در نتیجه ادما برطرف میشه. یا روی هایپرتنشن صحبت میکنیم، شما میفهمین فشار خون مساوی است با تی پی آر ضرب کاردیاک آوتپوت، و کاردیاک آوتپوت مساوی است با استروک ولیوم ضرب هارت ریت، یعنی مقدار خونی که در یک تقلص از قلب خارج میشه ضرب تعداد تقلصات در یک دقیقه کاردیاک آوتپوت میسازه. استروک ولیوم چی تعیین میکنه؟ مقدار خونی که در یک دایاستول در قلب قرار گرفته، مقدار خونی که در یک دایاستول در قلب قرار گرفته، چی در بوتاین راست چی در بوتاین چپ وقتی تقلص میکنه، این استروک ولیوم است. پس هر چقدر خون بیشتر بود، استروک ولیوم بیشتر است. استروک ولیوم که بیشتر بود، کاردیاک آوتپوت بیشتر است. کاردیاک آوتپوت که بیشتر بود، فشار خون بیشتر است. پس یکی از تعیین کننده های فشار خون حجم خون است. پس ما شما توسط تجویز دیورتیک حجم خون کم میکنین، مقدار خون به قلب کم میره، قلب کم خون پمپ میکنه، فشار مریض نرمال میشه، اما هایپرتنشن که داشت برطرف میشه. بیشتر گفتیم که مقدار سدیم در نواحی مختلف جذب میشه، 60% سدیم در پروکسیمال کانیولیت تیبول جذب میشه، 25% در تن اسندنگ لوب،
کمتر از 10% در دیستال کانویلیت تیبول و کمتر از 5% در کلکتینگ تکت. چرا ما اسمای دیارا میخوانیم؟ چون ما شما 4 نواحی دیورتیک خواندیم که در هر 4 نواحی عمل میکنند. از جمله از اینا دیورتیکی که بالای پروکسیمال کانویلیت تیبول عمل میکنه کلینیکال یوز نداره چون عوارض جانبیش بیشتر است، اما 3 دیورتیک دیگر شما آسانه استفاده کرده میتونید. دایشی ما بازم ما شما یک کار دیگه داریم که اینی پمپ های اسید و بیس ها ما شما روش باید صحبت کنیم. این پمپ های اسید و بیس چی میکنن؟ اینا یک سلسله مواد اسیدی و بیس ها از داخل اویه به فلترات پمپ میکنن. یعنی فرض مثال یوریک اسید در نظر میگیریم. یوریک اسید وقت ساخته میشه از تجزیه پروتین، بالاخره سیکل آخریش همی است که یوریک اسید ساخته میشه. وقتی که یوریک اسید ساخته شد، یوریک اسید از طریق فیلتر نمیشه، از طریق کپسول بومن این میاد در جریان خون دایجه از جا توسط همی پمپ داخل فلترات پمپ میشه با استفاده از ATP یعنی اکتیف ترانسپورت است. وقتی که پمپ شد داخل فلترات میشه، دوباره جذب نمیشه، از بدن اطراح میشه. این چرا با ما شما مهم است؟ مهم بودن از این دلیلشی است که یک سلسله مواد دیگه هم از همی پمپ اطراح میشن، مثلا اسپرین. در درس در ادویه ضد التهابی ما شما اینو بحث کردیم که یک شخص که اسپرین میگیره اگه او شخص نقرس داشته باشه نقرس شدید میشه. چرا؟ هایپر یوریسیمی ها داشت به وجود میاد. اینمی پمپ اصلا وظیفش اطراح یوریک اسید است، اما حال اسپرین هم آمده، اسپرین پمپ به خود میگیره، یوریک اسید اجازه نمیده که اطراح شود. به همون دلیل اسپرین اطراح میشه، یوریک اسید اطراح نمیشه. امروز دو دوای اضافه را میندازیم در این گروه، دواهای دیورتیک تایازایت و لوبس، چون از لحاظ خواص کیمیاییشان اسید هستند، پس اونا هم از طریق همی پمپ اطراح میشن. اما خوبی از اینا چی است؟ اینا بیشتر باعث هایپر یوریسیمیا نمیشن، چون اینا دو را دارن به خاطر اطراح شدنشان، هم از طریق کپسول بومن فیلتر میشن، هم از طریق همی پمپ اطراح میشن. یعنی مقدار کمش از طریق پمپ اطراح میشه، بقیش از طریق همی کپسول بومن فیلتر میشه. اما باز هم باید داشته باشین که این دو دوا چون خاصیت اسیدی دارن باعث هایپر یوریسیمیا شدن میتونن و همچنان باعث افزایش غلظت اسپرین در خون، چون اسپرین اطراح نمیشن. یا مکانیزم دواهایی است که در کدام قسمت ها عمل میکنن. دواهایی داریم روی پروکسیمال تیبول عمل میکنن که به نام کاربونیک انهیدریز انهیبیتور های میشن. دواهای دیگه داریم که در اسندینگ لوب عمل میکنن. دواهای دیگه داریم در دیستال تیبول و دیگه شام در کلکتینگ دکت که هر کدامش دانه دانه خواد خواندیم. بیام دواهایی هست همچنان گلوکوز، امین اسید، سدیم که در کجا جذب میشن، در کجا جذب نمیشن که شما میشه تصویر ببینین. میایم روی دیورتیکا صحبت میکنیم. گروپ اول از دیورتیکا آزموتیک دیورتیک است. از نامش معلوم است دیورتیکای آزموتیک. آزموز که شما میشنوید اگر طبعا فکرتان به آب است. این دیورتیکا وقت تطبیق میشن اینا دیورتیک های بسیار قوی هستند که مثال عمدهش دوای منیتول است که یک مثال عمده دوای آزموتیک دیورتیک است. این را وقت شما تطبیق میکنین به شکل آیوی جذب آب در تمام تیبول نهی میکنه. جذب آب چون اینا آزموتیک دیورتیک هستند، اینا همراه آب کار سر و کار دارن. وقتی که آب جذب نشد پس مقدار ادرار زیاد میشه. اما خاصیت آزموتیک دیورتیک در اینجا خلاص نمیشه. آزموتیک دیورتیک با نام آب جذبان یاد میکنن. اینا بر علاوه از اینکه در تیبول های کلیوی عمل میکنن، در انساج سیستمیک هم عمل میکنن و در هر جایی که میرن آب حجره را کش میکنن به طرف خود. فرض مثال یکی از استفاده های از این در انتراکرانیال پرشر است. وقتی که فشار داخل دماغ بلند میره، یکی از علت های بلند رفتن فشار داخل دماغ افزایش مقدار CSF است که CSF زیاد میشه. پس وقتی که می دوار شما تطبیق میکنین این میره دمو اویه CSF به خود جذب میکنه، چون CSF هم مایع است، او را به خود جذب میکنه، همراه خود بیرون میکشش و اطراحش میکنه. پس مقدار CSF کم میشه، فشار داخل قف کم میشه. یا مثلا در گلوکوما، مریضان گلوکوما میفهمین مقدار خلط مایع در چشمشان زیاد است، اطراح نمیشه، تخلیه نمیشه. وقتی که ایره دوار شما تطبیق میکنین این از طریق مو اویه میره، اما مایع خلط مایی را به خود جذب میکنه. وقتی که به خود جذب کرد خلط مایی کم میشه، مریض حالت گلوکومایش خوب میشه. یا مثلا یک شخص اولیگیوریک است یا مقدار ادرارش کم شده که امکان داره یک مرض به نام رابدومایلوزیس باشه که در این مرض شما در پاتولوژی امکان داره خوانده باشین
عضلات تخریب میشن، در نتیجه تخریب عضلات مایوگلوبولین که یک عنصر تشکیل دهنده عضلات است در خون بلند میره. وقتی که در خون بلند میره با یک مکانیزمی که شما در پاتولوژی باز میشه بخونین، از اطراح آب جلوگیری میکنه، یعنی مقدار ادرار کم میسازه. وقتی که شما می دوا رو تطبیق میکنین، این دوا میره از تمام نواحی آب جذب میکنه. وقتی که آب جذب شد اطراح میشه، شخص همو حالت لیوریکش از بین میره. ساید افکت یا عوارض جانبی دوا چی خواهد بود؟ اکیوت هایپوولمیا دیگه واضح است، چون این دوا آب از تمام حجرات جذب میکنه به خود، پس مقدار آب بسیار کم میسازد، در نتیجه از این امکان داره باعث کاهش حجم خون شود به شکل حاد. این دو دوا را میگن شما در کانجستیو هارت فیلر و در پلمونری ادما استفاده نکنید. علتش چی است؟ علتش این است که شما میفهمید در کانجستیو هارت فیلر قلب مشکل داره، خون زیاد شده، قلب نمیتونه اون را پمپ کنه، و در پلمونری ادما همچنان قلب مشکل داره، قلب خون پمپ نمیتونه، خون در بطین چپ زیاد شده، با مراحلش در اوزین چپ زیاد شده، بعد از اون در اویه پلمونری زیاد شده، اویه پلمونری فشار هایدروستاتیکشان بلند شده، خون از اویه خارج شده، داخل نسج ریوی شده و در اوج یک پلمونری ادما را به وجود آورده. شما اگر این دوا را به مریض تطبیق کنین، این دوا چی میکنه؟ از تمام عضویات آب جذب میکنه. وقتی که آب از تمام عضویات جذب شد، شما میفهمین قبل از اینکه امی آب به کلیه بره، از طریق سوپرر ویناکاوا یا انفرر ویناکاوا اول میره به قلب، از قلب پمپ میشه به ریه، از ریه پاس میره به قلب، قلب پمپش میکنه به سیستم، سیستم میبرش به کلیه. یعنی یک دوره باید دوره قلب بزنه. پس این دو شخص چون قلبشان ضعیف است، قلبشان کار کرده نمیتونه، پس اگر شما مقدار خون سرش بیشتر بسازین، اعراض مزریزه بیشتر میسازین. با ولت در مریض هایی که مشکلات قلبی داشته باشن، شما آزماتیک دیورتیک تطبیق نمیکنین. میایم روی گروپ دومی از دیورتیک ها که کاربونیک انهایدریز انهبیتور هستن. اینا یک انزایم نحیه میکنن به نام کاربونیک انهایدریز. خود گفتین که استاد پیشتر خود گفتی که دواها از جذب سودی هم جلوگیری میکنن، حالا میگه که انزایم کاربونیک انهایدریز نحیه میکنن. ما پیشتر با شما گفتم که مکانیزم عمل اینا متفاوت است، اما نتیجه نهایی ای است که جذب سودی هم نحیه میشه. حالا ببینیم این دوا بسیار یک مکانیزم جالب داره. این قسمت شما داخل تیوبول فکر کنین که فلترات جریان داره و قرار است به ادرار تبدیل شود، و این قسمت هم شما مو پریتوبولار آرتری را فکر کنین، در بین شما میفهمین حجرات است، یعنی پروکسیمال تیوبول فعلا روش بحث میکنیم. شما در تصویر میشه ببینین، اینی داخل تیوبول است، اینی حجرات پروکسیمال تیوبول است و در اینی چه اویه سیر میکنه. ما اینی ساحه را بزرگ ساخته، اینی قسمت تیوبول است، اینی قسمت جریان خون است و اینی هم حجره است که در پروکسیمال تیوبول موقعیت داره. این حجره پمپ های بسیار زیاد داره که فعالیت این پمپ ها چی است؟ شما یک سابستانس به نام بایکاربونات میشناسین که بایکاربونات از طریق فیلتر، از طریق گلومرول فیلتر میشه داخل خود فیلترات میشه تیوبل های کلیوی، بعد این باید دوباره جذب شوه، چون مقدار امی اسید خود خونه یکی از تعیین کننده هایش امی خود بایکاربونات است. بایکاربونات چی رقم جذب میشه؟ بسیار مکانیزم جالب داره. اول یک هیدروژن از داخل حجره پروکسیمال تیوبل خارج میشه، یک جای میشه با بایکاربونات میسازه کاربونیک اسید، بعد انزایم کاربونیک انهیدریز امی کاربونیک اسید تبدیل میکنه به کاربون دی اکساید و آب، بعد آب و کاربون دی اکساید داخل حجره پروکسیمال تیوبول میشن، باز دوباره کاربونیک انهیدریز بالایشان عمل میکنه، از پیشان بایکاربونات و هیدروژن میسازه که بایکاربونات بعد از او جذب میشه داخل خون میره. اینی هیدروژن که تولید شد، این هیدروژن در تبادله با سودیم خارج میشه، یعنی هیدروژن خارج میشه دوباره در سیکل بایکاربونات سهم میگیره و سودیم داخل حجره میشه که سودیم باز در تبادله با پتاسیم داخل خون میره. پس سودیم که داخل خون رفت، طبعا دیگه واضح است که آب هم داخل خون میره. این امو 60% جذب سودیم به این مکانیزم صورت میگیره و 60% بیشترین جذب بایکاربونات هم به این شکل صورت میگیره. حالا دواهای انهیبیتورهاش چی میکنن؟ اینا انزایم کاربونیک انهیدریز وقت نحیه کردن از دو نحو فکر کنین. یکی کاربونیک اسید ساخته شد، کاربونیک اسید حالا به کاربون دی اکساید و آب تبدیل
نمیشه. وقتی که تبدیل نشد این به شکل کاربونیک اسید باقی میمانند و از بدن احترام میشه. در داخل چی گپ میشه؟ آل خود کاربون دی اکساید و آب داخل نامده. پس وقتی که داخل نامده اینی هیدروژن ساخته نمیشه. وقتی که هیدروژن ساخته نشد اینی پمپ کار کرده نمیتونه. چون این پمپ میگه هیدروژن بده سدیم بگیر. پس وقتی که هیدروژن نبود سدیم نمیده. وقتی که سدیم نداد سدیم جذب نمیشه. سدیم که جذب نشد آب هم جذب نمیشه. پس سدیم هم اطراح میشه، آب هم اطراح میشه. یا فکر کنین که اینی انزایم فعال است، کاربونیک اسید تبدیل شد به کاربون دی اکساید و آب، کاربون دی اکساید و آب داخل آمدن، اما اینی انزایم کاربونیک انهیدریز است، این کار نمیده. وقتی که این کار نداد باز هم هیدروژن و بایکاربونات ساخته نمیشن. وقتی که ساخته نشد هیدروژن که نبود سدیم هم داخل آمده نمیتونه. پس در نتیجه جذب سدیم نهی شد، اما با یک مکانیزم غیر مستقیم. پس این دواها چی میکنن؟ اترای سدیم زیاد میسازن، اترای پتاسیم فوق العاده زیاد میسازن. چون یک بحث است که در آخرم خود گفتیم و میشه ایجام بگویم، در خود کلکتینگ دکت یک پمپ وجود داره که سدیم هم میگیره، در مقابل سدیم پتاسیم و هیدروژن هم میده. یعنی سدیم که به طرف کلکتینگ دکت میرسه اگر در جای جذب نشده باشه در کلکتینگ دکت جذب میشه و در مقابلش پتاسیم یا هیدروژن به خود فلترات داده میشه، یعنی تبادله صورت میگیره. حالا چون ما و شما جذب سدیم 60% در اینجا نهی ساختیم، حالا این سدیم میایه به طرف کلکتینگ دکت. در کلکتینگ دکت اگر کلکتینگ دکت میگه نیبید در اجازه نیست که 60% سدیم خارج شود، سدیم جذب میکنه 60% تمامش جذب نمیتونه. فرض مثال 40% جذب میکنه، در مقابلش 40% پتاسیم خارج میسازه. پس 40% پتاسیم خون کم میشه، در این حال 20% سدیم خارج میشه. به مو علت است که شما در شیما ببینید مقدار سدیم اطراح شده کم است. چرا؟ چون توسط کلکتینگ دکت دوباره جذب شد، اما مقدار پتاسیم اطراح شده زیاد است، چون مقدار زیاد سدیم جذب شد و مقدار زیاد پتاسیم اطراح شد و همچنان مقدار زیاد بایکاربونات اطراح شد چون جذب نشد. بیشتر گفتیم که دواها استفاده کلینیکی ندارن، دلیلش همی است چون عوارض جانبی زیاد داره. شما به این اندازه حجم ادرار زیاد ساختین، چون فقط به می اندازه شما سدیم اطراح کردین، به جایش بسیار زیاد پتاسیم از دادین و بسیار زیاد بایکاربونات از دادین. بایکاربونات که شما از دست بدین میفهمین پیچ خون اسیدی میشه. چرا؟ چون بایکاربونات پیچ خون قلوی نگه میدارد در مقابل به اسیدی، یعنی در حالت تعادل هستند هر دویشان. اگر ماده قلوی را شما از پیش بگیرین پیچ طبعا خود به خود اسیدی میشه. شما میبینین یک پمپ است، سدیم هیدروژن پمپ، که به شکل غیر مستقیم توسط دواهای کاربونیک انهیدریز نهی میشن، که وقت نهی شد سدیم جذب نمیشه، سدیم که جذب نشد آب هم جذب نمیشه، تاثیر دیورتیک به وجود میاد اما با عوارض جانبی زیاد. مقدار 85% بایکاربونات هم در پراکسیمال تیوبول جذب میشه. پس اگر شما جذب بایکاربونات نهی کنین 85% بایکاربونات خون کم میشه که در ظرف 3 روز باعث متابولیک اسیدوزیس میشه. چون هر روز مقدار بایکاربونات کم شده میره 3 روز بعد مریض متابولیک اسیدوزیس پیدا میکنه. چرا؟ چون اما ماده که در حالت تعادل همراه با اسید قرار داشت و پیچ خون اسیدی نگه اما پیچ اپتیمم نگه میداشت، حالا ماده نیست پیچ خون اسیدی میشه، چون تنها اما ماده که پیچ خون اسیدی نگه میداره او در خون وجود داره. پس پیچ خون پایین میاد یعنی اسیدی میشه، اما پیچ ادرار بلند میره یعنی قلوی میشه چون بایکاربونات است. یعنی هر جایی که بایکاربونات بود اوجا قلوی است. اگر جذب شد پیچ خون در حالت تعادل نگه میداره، اگر جذب نشد پیچ ادرار قلوی میسازد. به همین دلیل استفاده کلینیکی نداره، چون یکی باعث متابولیک اسیدوزیس میشه و دوم باعث هایپوکالمیای شدید میشه. دواهایش اسید ازولاماید و دورزولاماید میباشه. مکانیزم عملش گفتیم که از تولید هیدروژن در حجرات پراکسیمال تیوبول جلوگیری میکنه. وقتی که هیدروژن ساخته نشد سدیم هیدروژن پمپ کار نمیکنه. وقتی که کار نکرد سدیم جذب نمیشه، همراهش آب جذب نمیشه، تاثیر دیورتیک به وجود میاد و همچنان چون بایکاربونات به کاربونیک اسید تبدیل نمیشه و بعد از او به آب و کاربون دی اکساید تبدیل نمیشه، به اون دلیل بایکاربونات هم در داخل لومن زیاد میشه. استفاده از دواها در چی است؟
ما شما گفتیم استفاده کلینیکی نداره، اما یک چند استفاده بسیار مشخص داره. اولیش گلوکوماست. مریضانی که گلوکوما می داشته باشند، در اونا هم شما اسید ازولاماید تطبیق میکنید. حتی در افغانستان دوای فرست لاین تراپیشان اسید ازولاماید است. این دوا چی میکنن؟ این دوا انزایم کاربونیک انهایدریز در داخل چشم نهی میکنه. انزایم کاربونیک انهایدریز در چشم چی میکنه؟ انزایم کاربونیک انهایدریز در چشم مسئول تولید خلط مایعی است. یعنی خلط مایعی را تولید میکنه. پس وقتی شما این انزایم نهی کردین، خلط مایعی کمتر تولید میشه، فشار داخل چشم مریض کم میشه. پس این تاثیر دیورتیک نیست. این تاثیر عمل مستقیم دوا در داخل چشم روی انزایم کاربونیک انهایدریز است. استفاده دومش در اکیوت ماونتن سیکنس است. یک بحث بسیار جالب است. شما میفهمین یک شخص وقتی کوهنوردی میکنه، شما میفهمین هر چقدر که بلند میره فشار زیاد شده میره. وقتی که فشار زیاد میشه، همین فشار زیاد باعث هایپر ونتیلیشن میشه یا فرط تهویه. شخص سری نفس میگیره، عمیق نفس میگیره که نمی نفس سری چون زیاد تنفس میکنه باعث ریسپایراتوری الکالوسیس میشه. وقتی که ریسپایراتوری الکالوسیس دیشان باوجود آمد، یک مشکل است. یعنی اما شخص نمیتونه که ادامه بده کوهنوردی خود، مجبور است پایین است پایین بیا دوا بگیره. اما دکترها یا اما اشخاص خودشان چی میکنن؟ اینا قبل از اینکه به کوه بالا شون، یک تا دوای کاربونیک انهایدریز انهبیتور میگیرن. مثلا یک خود اسید ازولاماید میگیرن. وقتی که دوا را میگیرن، 3 روز صبر میکنن، 3 روز بعد نزد اینا اسیدوزس با وجود میاد. یعنی پیچ خونشان اسیدی میشه. وقتی که پیچ خونشان اسیدی شد، اینا با کوه بالا میشن. هر چقدر که با کوه بالا شدن میرن، پیچشان آستا آستا الکالوزس میشن. یعنی پیچشان فرض مثال 2 است و حالا که بالا میرن پیچ میشه 7. وقتی که 7 شد، 7 پیچ نرمال خون است. پس این شخص الکالوزس پیدا نمیکنه. اما یک شخصی که بدون ازی با کوهنوردی میره، پیچ اپتیمومش فرض مثال 7 است. وقتی که با کوه بالا میره پیچش میشه 12 و همی پیچ 12 باز ریسپایراتوری الکالوزس است، برش مشکل ساز است. اما قبل پیچ برش اسیدی ساخته بودیم، وقتی که با کوه بالا شد پیچ قلبی شده، رفت تا اینکه نرمال شد. پس به این شخص همی اسیدوزس محافظوی بود. ساید افکت از این دواها چی است؟ واضح است دیگه. بایکاربونات یوریا، بایکاربونات ادرار ترام میشن، اسیدوزس با وجود میاد. چرا؟ چون دیگه بایکاربونات جذب نشد که پیچ خونه پس عادی بسازه، پیچ خون اسیدی میمونه. هایپوکالیمیا، چرا؟ چون وقتی که به کلکتینگ دکت رسید، مقدار زیاد سدیم جذب شد، در مقابل سدیم پتاشیم اطراح شد. هایپرکلوریمیا، کیرام در بخش کلکتینگ دکت باز مفصل بیان میکنه. پاراستیزیس، که علتش نهی کاربونیک انهایدریز در CNS میباشد. رینال ستونز، چون میفهمین وقتی که بایکاربونات در داخل خون در داخل ادرار باقی مان، پیچ ادرار گفتیم قلوی میشه. وقتی که پیچ قلوی شد، کلسیم فاسفیت بیشتر علاقه پیدا میکنه که با یک دیگر یک جای شون و سنگ بسازن. یعنی امو پیچ قلوی ادرار زمینه تشکل سنگ های کلسیمی را زیاد میساز و میدلیل نزشان سنگ های کلیوی پیدا میشه. و همچنان کسایی که همراه با سلفونماید حساسیت داشته باشند، چون در ترکیب دواهای کاربونیک انهایدریز هم سلفونماید وجود داره، پس این هم نزدشان حساسیت است. مثلا یک شخص میگه من با انتیبایوتیک سلفونماید حساسیت دارم، شما برش کاربونیک انهایدریز هم تطبیق نمیکنین، چون ترکیبشان کم مشابه است، امکان داره مقابل از این هم حساسیت وجود داشته باشه. چون ببینید یکی اسیدوزس به وجود میاد، یکی هایپوکالیمی شدید با وجود میاد. اینی دو عامل باعث میشه که ما شما را تطبیق نکنیم. سایر عامل هم وجود داره، مثلا هایپرکلوریمیا یا پاراستیزیس یا مثلا سنگ های کلیوی. اینی عوامل هم وجود داره، اما باز هم دو عامل مهمش یکی اسیدوزیس، یکی هم هایپوکالیمیا باعث میشه که ما شما را تطبیق نکنیم. خود گفتین خی در مریض گلوکوما چرا تطبیق میکنیم، یا در مریض مثلا که با کوه بلند میشه چرا تطبیق میکنیم؟ تا اونا فقط یک یا دو دوست تطبیق میشه، یعنی به شکل دوامدار تطبیق نمیشه. به مو دلیل است که عوارض جانبی که در اونا با وجود میاد کم است، سری دوباره از بین میرن. اما وقتی که یک شخص شما به خاطر ادما یا به خاطر هایپرتنشن با یک دیورتیک تداوی میکنین، تداویش
طولانی مدت است، فرض مثال حداقل یک هفته، دو هفته یا یک ماه تداوی میکنین، وقتی که با این دوا اگر یک ماه تداوی کنین، هم چانس سنگ کلیه زیاد است، هم چانس هایپوکالمی، هم چانس اسیدوز شدید.